بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دانش آموزای عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. خاطر شجاعی هستم، مدرس مضمون کیمیا در بخش کیمیای صنف 12 هم با شما ازدان همکار هستم. دانش آموزای عزیز، ما در جلسه گذشته در مورد کتون ها و همچنان نامگذاری کتون ها به روش معمولی یا به طریقه معمولی خواندیم و انشالله که شما موضوعات خیلی خوب را ازش یاد گرفته باشین. در این جلسه ما در ادامه درس روز گذشته که فصل 9 کتاب صنف 12 هم است، در مورد نامگذاری کتون ها به اساس آیوپک و همچنان خواص فیزیکی کتون ها در این جلسه میخوانیم و انشالله که این موضوعات در این جلسه خیلی خوب یاد بگیریم و بیاموزیم. خب دانش آموزان عزیز، در اول نامگذاری کتون ها به اساس آیوپک، یعنی به اساس سیستماتیک یا آیوپک ما چه قسم کتون ها را نامگذاری میکنیم؟ به خاطر نامگذاری کتون ها به روش آیوپک ما سه مرحله یا سه شماره را در نظر میگیریم. یک، انتخاب طول ترین زنجیره که در آن گروه کاربونل موجود باشد. دو، شماره گذاری از طرف صورت میگیره یا از طرف شماره گذاری میشه که کمترین نمره را کاربونی کاربونل به خود بگیره. شماره سوم، شماره کاربونی که در آن معاوضه وصل است را نوشته، بعدا نام معاوضه را گرفته، در آخر نمبر کاربونل و تعداد کاربون زنجیره اصلی را به ارقام لاتین با تغییر پسوند ای هیدروکاربون ها به حروف او ان ای نامگذاری میکنیم. خب به خاطر از اینکه ما بیشتر و خوبتر بفهمیم چند مرکب نامگذاری میکنیم که یاد بگیریم. در اول ما در قسمت ببینیم که CH3 است، کاربون است، دو رابطش با اکسیژن است، رابطه CH3 است. ایرا چون در کاربون دوم کدام معاوضه در زنجیر اصلی وجود نداره، در کاربون دوم اکسیژن وصل است، پس ما ایرا میگیم دو پروپانون او ان ای اضافه میشه. نام از این مرکب است اسیتون. اسیتون یکی از مرکبات مهم کتون ها می باشه، اولین مرکبش است که دارای دو رابطه آزاد کتون ها گروپی میتایل نصب است. یک محلل بسیار خوب است برای مرکبات عضوی. میتونیم رنگ ورنیس، رنگ ناخن، رنگ های روغن، سمغ و لاک ها را در داخلش حل بکنیم و یک مدل از اسیتون ما در این قسمت ساختیم که در این قسمت یک کاربون یا کاربون دومی که هر دوش گروپ های میتایل است و با کاربون کاربونل نصب است و این هم درابطه با اکسیژنش است. این از مدل اسیتون یا هم برایش ما میگیم که دای میتایل کتون یا هم برویش آیپک حالا نامگذاری میکنیم. ببینیم که چگونه نامگذاری میشه. اگر ما مرکبی را امی مرکب در نظر بگیریم، چطور ما میتونیم که اما سه طریقه یا سه مرحله استفاده کرده نامگذاری بکنیم؟ داریم CH3 کاربون، دو رابطش با اکسیژن، رابطه CH3. در قسمت شما ببینین ما این اول شماره گذاری میکنیم. شماره گذاری چون کاربون کاربونل در هر دو طرف یک قسم است، از هر طرف شماره گذاری بکنیم مشکل نداره. یک، دو، سه. ما در اینجا چون معاوضه نداریم، فقط نمبر کاربونی که اکسیژن روش نصب است را نوشته میکنیم. دو، داش. در قسمت یک، دو، سه. در زنجیر اصلی ما سه تا کاربون است که سه تا را ما در بخش هیدروکاربون های الکان برش میگفتیم پروپان. پروپان. خب در اینجا چون از جمع کتون هاست، ما ای حرف ای را حذف میکنیم، به جایش او ان ای اضافه میکنیم که نام از این میشه دو پروپانون. اگر مرکب دیگر ما داشته باشیم که باشد CH3 رابطه C، دو رابطه با اکسیژن، رابطه CH2، رابطه CH2 و رابطه CH3، یک قسم یک مرکب ما داشته باشیم، ما چه قسم نامگذاری میکنیم؟ اولا که ما انتخاب طول‌ترین زنجیر میکنیم که کاربون کاربونل در قسمت نزدیک باشه. دوما که شماره گذاری از طرف صورت میگیره که گروپ کاربونل در طرف نزدیک باشد، پس از طرف شماره گذاری میکنیم. یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا در زنجیر ما کدام معاوضه وصل نیست یا کدام تعویضی یا کدام شاخه ای نداریم، پس ما نمبر کاربون کاربینول را نوشته میکنیم. دو، تعداد کاربون زنجیر اصلی را نوشته میکنیم که پنج است. پنج در لاتین چی میگفت؟ پنتان. پنتان است. خب پنتان چون
هر از جمله کتون هاست ایش حذف میکنیم، ما به جایش او ان ای اضافه میکنیم، میشه دو پنتا نون. خب اگر یک مرکب دیگر ما در نظر بگیریم، اگر داشته باشیم که CH3 رابطه CH2 رابطه کربن، دو رابطه با اکسیژن، رابطه کربن در قسمت باشد یک CH3، یک قسمت هم یک CH3 دیگه نصب باشد و در قسمت هم یک میتایل یا CH3 نصب باشد. اول چی کار میکنیم؟ در اولین مرحله که ما طویل ترین زنجیر خود انتخاب میکنیم که همین طویل ترین زنجیر است که کربونی کربینول هم در یک قسمت وجود داره. در مرحله دوم ما شماره گذاری میکنیم از سمتی که کربونی کربینول نزدیک باشد. خب یکی هست در وسط، از هر دو طرفش دو تا کربون است، پس ما از این سمت شماره گذاری میکنیم 1 2 3 4 5. در اول ما گفتم که شماره کربونی را میگیریم که معاوضه درش وصل باشد. اینجا در این معاوضه ما در این کربونی شماره دوی ما دو تا معاوضه میتایل نصب است، پس ما چه قسم نشته میکنیم؟ دو، چون دو تا معاوضه است، دو دو دای میتایل، دای میتایل. شماره سوم هم که کربن کربینول است، پس سه نوشته میکنیم، تعداد کربن خود با پسوند او ان ای ختم میکنیم. خب چیه؟ پنج است، پنتان او ان ای، پنتانون میشه. پس ما داریم دو دو دای میتایل سه پنتانون یا تری پنتانون. خب این روش یا سیستم نامگذاری آیپک است که ما میتونیم به این طریقه کتون ها را نامگذاری بکنیم. بر علاوه خواص فیزیکی کتون ها چه قسم است؟ کتون ها کتون هایی که کتله مولکولیشان کوچک باشد به حالت مایع وجود داره و او کتون هایی که تعداد کربنش از 11 تا زیادتر باشد، یعنی بیشتر شده باشد، به حالت جامد وجود داره. کتون هایی که به حالت مایع است در آب خیلی خوب حل میشه و میتونه که در اکثر مرکبات عضوی وجود داشته باشد و مرکبات عضوی را هم در خود خیلی راحت حل میکنه. این هلالیت کتون ها در آب با زیاد شدن کتله مولکولیشان کمتر میشه، یعنی کاهش پیدا میکنه. هر قدر کتله مولکولی کتون ها بیشتر شوه، اما قدر این هلالیتش کمتر میشه. خب بوی کتون ها گواراست، یعنی بوی خوش یا بوی خوب داره، خاصیت الدهایدی را داره یا به الدهایدها مشابهت زیاد داره. گروپ کربینول کتون ها میتونه که رابطه هیدروجنی را بسازه، زیرا اتم های هیدروجن به اتم اکسیژن مرتبط نیست، به این خاطر است که نمیتونه رابطه هیدروجنی را تشکیل بده و با زیاد شدن کربن الکل ها قطبیت کتون ها کم میشه. وقتی که قطبیت از اونها کم شد، پس انحلالیتش هم کمتر میشه و میگه که کتون ها مانند هیدروکربن ها و ایترها کتله مولی مشابه دارن، یعنی به مو اندازه که کتله مولکولیشان در هیدروکربن ها باشد و ایترها باشد، اینا اگر در مو تعداد کتله مولکولی داشته باشد نقطه غلیان بلندتر داره، اما نظر به الکل ها نقطه غلیانش کمتر است. شما در قسمت ببینید فرمولش است، نامش است و نقطه غلیانش. در قسمت شما مرکب ایزو بیوتان میبینین که از جمله الکان ها است، ایتایل میتایل ایتر است که در اینجا 120 منفی 120 درجه سانتیگراد است، درجه غلیانش خیلی پایین است. در قسمت که است 10.8 درجه سانتیگراد است که نظر به الکان های مشبو نقطه غلیانش بلندتر است و در قسمت هم شما دایمیتایل کتون یا موسیتون میبینید که 56 درجه سانتیگراد است و در قسمت هم شما الکل میبینید که ایزو پروپانول است و این نقطه غلیانش 82.3 درجه سانتیگراد است. پس نظر به این ما میگیم که با اضافه شدن کتله مولکولی و خصوصا خود کتون ها نظر به هیدروکربن های دیگر به غیر از خود الکان ها نظر به بقیهش پایین تر است و نظر به خود الکان ها نقطه غلیان بلندتر داره. خب خواص فیزیکی کتون های مهم در جدول درج شده که شما میبینین با زیاد شدن کتله مولکولی کتون ها انحلالیت از اونا کم میشه. اینجا که کتله مولکولی کمتر داره
انحلالیتش زیاد است، زمانی که کتله مولکولی بیشتر میشه قابلیت حل داره، قابلیت حل داره، وقتی که بیخ زیاد میشه غیر منحل میشه، یعنی انحلالیتش کاهش پیدا میکنه. بر علاوه با زیاد شدن کتله مولکولی، نقطه ذوبانش به ترتیب شما دیده میرین که بلند شده میره، نقطه غلیانش هم بلند شده میره و همچنان کثافت کتون ها هم با زیاد شدن کتله مولکولی افزایش پیدا میکنه. دانش آموزای عزیز، در قسمت اخیر کار خانگی که از فعالیت کتاب است را شما کار میکنین تا یکی موضوع را خیلی خوب یاد بگیرین. دانش آموز عزیز، ما امروز در مورد نامگذاری کتون ها به طریقه آیپک و همچنان در مورد خواص فیزیکی کتون ها خواندیم و معلومات حاصل کردیم. انشالله که شما هم یاد گرفته باشین و از این درس ها سود ببرین. تا جلسه بعدی، خداوند حافظ و نگهدارتان.